آزاده دواچی، پژوهشگر مطالعات زنان و فعال حقوق بشر در دانشگاه دیکن از ملبورن استرالیا با ما هستند. خانم دواچی، خیلی خوش آمدید. در روزهای گذشته روزی نبوده که خبری مرتبط با حجاب نداشته باشیم. بارها شما خودتون مهمان ما بودین، در این برنامه با هم صحبت کردیم و این مسئله حجاب به زعم بسیاری به یک چالش فرسایشی برای حکومت تبدیل شده. میخوام راجع به صحبت ویژن عبدالکریمی صحبت بکنم، مدرس فلسفی، که گفته بدترین خطا برخورد پلیسی با شکاف در واقع تمدنی هست که در جامعه به وجود اومده. چقدر اظهاراتی و اظهاراتی نظیر اظهارات ایشون رو که کم هم نیستن، به نظر میرسه شکافی به وجود اومده در اون حلقه نزدیک به حکومت، چقدر حکومت آمادگی پذیرش همچین اظهاراتی رو داره و چقدر این اظهارات میتونن اساسا تغییر بدن در نحوه عمل کرده و رویکردی که حکومت داره نسبت به مسئله حجاب؟ بله، همطور که اشاره کردین در طول هفته های گذشته مسئله برخورد با حجاب اجباری یکی از چالش های حکومت تبدیل شده و حکومت ایران هر روز داره تلاش میکنه که با سرکوب، با روش های متفاوت، از استفاده از تکنولوژی، از برخوردها، از تذکرات افراد در ایستگاه های قطار، توی مغازه ها، در خیابان، در پارک، یعنی هر روشی رو اینها استفاده کردن که به زنان تذکر بدن و در واقع به اونها که مقابل این در واقع کشف حجاب زنان بیستن و هنوز موفق نشدن. بله، من خیلی موافقم و فکر میکنم که اتفاقی که الان داره میفته، تعداد زیاد از زنان و هر روز که میگذره این تعداد بیشتر میشه، تعداد بیشتری به همدیگه میپیوندن. اگر دقت در واقع چیزی که خبری که خودتون هم پخش کردین، حتی دانشجوان زن هم به این قضیه پیوستن، دختران دانش آموز، افرادی از اصناف، از اقشار مختلف، همه و همه به همدیگه پیوستن در مقابل تحمیل حجاب اجباری و تمامی کارکردهای حکومت رو به چالش کشیدن. و حکومت ایران هر چقدر که جلوتر میره، هر چقدر که داره بیشتر سرکوب میکنه، با یک مقاومت بیشتر مواجه میشه و مطمئنا این نوع سرکوب، این طرز برخورد با زنان جواب نخواهد داد، چون این چیزی هستش که ما در این روزها داریم میبینیم. داریم میبینیم که چطور این مسئله جواب نداده، چطور حتی در ایستگاه قطار که از اونها میخوان روسریشون سرکوب کنن، خیلی ها ترجیح میدن که روسری سر نکنن و سوار قطار نشن. اینها نشون دهنده اینه که ما با یک جو جدیدی از جامعه مواجه هستیم، با یک نسل جدیدی که به هیچ عنوان و هرگز حاضر نیستن کوتاه بیان. و در واقع همونطور که اشاره شد، علمای دینی باید بپذیرن روش های قدیمی هیچ کدوم موثر نیست. متاسفانه حکومت ایران همیشه از در انکار، از در نسبت دادن اینها به دشمن و به کار بردن دشمن در تریبیون های خودش استفاده میکنه، در صورتی که اینها مردم هستن، مردمی که یه خواسته ای دارن و خواسته ای که همیشه در طول 43 سال گذشته نادیده گرفته شده. خانم دواچی، چه اتفاقی افتاده در این نسل؟ شما دلیل این در واقع نافرمانی مدنی رو و دلیل تن ندادن به مسئله مثل حجاب اجباری رو در این نسل و بین مردم چی میدونین، دلیل اصلیش رو؟ ببینید، همطور که اشاره کردم مسئله سرکوب هست. سرکوب همیشه جواب نمیده. سرکوب در بین نسل‌های مختلف تبدیل به یک ابزار مقاومتی میشه. وقتی که مقاومت شکل میگیره دیگه قابل برگشت عقب نیستش. اتفاقی که در نسل جدید افتاده، نسلی است که با در واقع تجربیات نسل‌های گذشته بزرگ شدن و یاد گرفتن که چطوری مقابل حکومت وایسن و از
فضا، همه اونها همگام هستن و یک همگونی و یک در این بافت وجود داره، یعنی همه اونها یک هدف دارن و این هدفمند بودن و یک هدف بودن اونها در واقع مبارزه اونها رو در مقابل حکومت قوی تر کرده. در واقع هر زنی الان در بافت اجتماعی ایران در مبارزات تبدیل شده به یک مبارز، تبدیل شده به فردی که تن به تن داره با در واقع حکومت ایران می جنگه و این تنها با هم دیگه متحد شدن و یک جمع واحدی رو تشکیل میدن که در برابر حکومت ایران ایستادن. این تغییری هستش که صورت گرفته، یعنی از یک جمع مبارز تبدیل شدن به افراد مبارز و همین افراد قدرتشون در این تکثرگرایی هدفشون یکی هستش. من فکر میکنم این اتفاقی است که در این نسل افتاده و هر چقدر که جلوتر میره این همگرایی در این تکثر داره بیشتر میشه و قطعا حکومت ایران اینها به عقب بر نمیگردن. ما در خواهیم دروچه به نبرد تن به تن اشاره کردیم و اینکه این جوانان و این معترضان به عقب بر نمیگردن. سوال سختی شاید باشه، ولی سرنوشت این جدال تن به تن رو شما چطور میبینید؟ چرا محتمل هست که جمهوری اسلامی از بعضی از مواضع خودش عقب نشینی بکنه اگر آنطور که شما گفتید معترضان به عقب بر نگردند؟ خب اینجا خیلی پیشبینیش سخت هست، چون از یک طرف جمهوری اسلامی دوست بقای خودش رو دوست داره و از طرف دیگه مسئله حجاب اجباری در واقع یک مرز خیلی خط قرمزی برای اون هستش. بنابراین اینجا یک اتفاق ممکن میفته، یا کوتاه بیاد که این خیلی احتمالش در واقع کم هست، ولی به دلیل بقای خودش ممکنه بگذره و حالا با سازوکارهای خودش و یا اینکه قسمت سرکوب رو بیشتر کنه، زنها رو محرومتر کنه که بعید میدونم باز هم این مؤثر واقع بشه. مسئله اینه که یک اتفاقی افتاده، یک حرکتی در جامعه شکل گرفته و این حرکت داره کم کم نهادینه میشه، یعنی برداشتن حجاب داره نهادینه میشه. عکس ها و فیلم هایی که از ایران میاد دارن خیلی داره به یه اتفاق روزمره تبدیل میشه. بنابراین من فکر میکنم خیلی سخته که بگم دقیقا حرکت بعدی جمهوری اسلامی چی هست، ولی با توجه به شکافی که بین دو طرف هست این احتمال هست یک مماشاتی برای بقای خودش صورت بگیره.